کمتر هپی تا نتپی؟ ها؟ یعنی اینکه شب کمتر بلومونی اینجوری از همه جات نمیزنه بیرون؟ خواب چی رو داشتی میدیدی که اینقدر ترسیدی؟ کفش. استغفر الله، از همین میترسیدم. کفش یعنی زن، یعنی همراه. من خودخواهی کردم عزیز، من سنت پیغمبر رو به جا نیاوردم عزیز، خدا قهرش اومده، میدونستم. لایالله، حالا تو اگه زن نگیری گوشه آسمون کج میشه. دختر تو این محل نداشتی لامروت، غلام قصاب دستش بهت برسه دو شقت میکنه. چرا؟ برای چی با ننه سلام علیک کردی؟ چی شده مگه؟ چی میخواستی بشه؟ امشب اخونون ننشه. ای بابا، مگه دست من خواست خدا بوده که این زن توی سن و سال تنها نمونه؟ ای افت دراز چی؟ اسمت کچل چی؟ اون زری کلفته اونم خواست خدا بوده توی سن و سال برن خونه بخ؟ خب معلومه که خواست خدا بوده عزیز. من فکرام کردم دیگه چاره ای نیست، خدا داره به من هشدار میده، اینا همش نشونه است. من باید دیگه ازدواج کنم. آدمیزاد و غفلت. یه بار دیگه هم میریم خواستگاری، منتها این دفعه خواستگاری سودابه. الهی قربونت برم، خبر بده واسه امشب میام برام بخیر. عزیز میگم قبلش زنگ میزدیم بهتر نبود؟ ترسیدم از خوشحالی سکته کنه، یه وقت عروسیت عذاب بشه. آقا هیچ زبون بسی جست و حاضر نمیاد خواستگاری. خب الهی قربونت برم، مگه دختر مجرد دیگه هم تو این آبادی سراغ داری؟ مگه دختر مجرد دیگه هم باقی گذاشتی؟ بابا یه شوت به طرف هر کی کردی یه استادیوم افتاده دنبالش. اگه کسی نیومده منو بگیره باید خدا رو شکر کنی. اونجا رو نگاه کن. چی کار داری میکنی؟ یکی رو به کشتن میبیا؟ اصلا شاید بخوام خودم اینجا بکشم. شما چی کار دارین جلو مردشون خونه؟ خب لابد یه کاری دارم که اومدم. حالا چرا انقدر عصبانی؟ گلی به سرم بریزم. داره خراب میشه رو سر مردهای مردم، زنده های مردم. من نمیفهم هر ورش میگیری یه ور دیگه اش خرابه. این مردشون خونه اصلا تحفه بود پدر خدا بیامرز ما وقف این آبادی کرد. من بدبختم یام گرفتار کرد. حالا چی کار داری اینجا؟ آقا یه بلا بس. نمیدونستم خیر سرم بنا شدی. دنبالت میگشتم کمکم کنی نظری پخش کنم. نورا خانم؟ خودتونی؟ بمیرم. چیزیت نشد حالا؟ نه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مگه جن دیدی؟ ای 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 امان از این چرخی گردون، چرخی ساباسا جلو چشم من. آخه شما اینجا چی کار میکنی؟ ده گفتم که مامان فاطمه نظری داده از تهران. کجاشو نمیفهمی؟ ها مامان فاطمه؟ بله مامان فاطمه. الهی دورش میکردم، حالشون چطوره؟ بهتره، خدا رو شکر. خدا رو شکر. سلام رسوند. آخه الان تو، شما الان باید خارج باشی که. این آقا تو اسمش چی بود؟ مایکل؟ آنتونی؟ جکس بندر؟ چی بود ازه؟ آقا کجا بود؟ بابا دلت خوشه، من الان خودم آقای خودمم، راحت. یعنی که چه؟ خب من که نبودم، ولی عزیز که تو مراسم اومد شما به اون عکس گفتی بله. خب بر همون عکس قرار بود سویت ترکیه دنبال شما برتون داره ببره امریکا. مگه غیر از این بود؟ فقط تو ترکیهش رو رفتم، طرف شارلات هم بود برگشتم. میشه راجبش حرف نزنی؟ تازه حالم خوب شده.
دنیای فانی، شراره عشقی که شد جاودانی، به یاد یاری خوشا قطره عشقی، به سوز عشقی که شد زندگانی، که لیلی و مجنون فسانه شود. حکایت ما جاودانه شود، که لیلی و مجنون. خبر مرگت همین یک کاسه‌اش که من قایم کردم این هم خوردی؟ هنوز زهر ما بشونم اینجا قالتو بکنم؟ بابا اون وقت میگه چرا خوابای هشل هفت میبینی یازدام این کاسه هست که خوردی با این بادام که این غذا داره؟ عزیز چیه؟ یه فکری به سرم زد. دوباره هوا برد داشت نه؟ روز از نو روزی از نو. تشریف بری تهرون؟ نه میخوام برم پولم از سلیمون بگیرم خرج اینجا کنم تا بعد ببینم چی میشه. دو روز دیگه برف و بارونه، سقف اینجا میاد پایین میریزه رو سر مردای مردم. خر خودتی، آشکار خودشو کرد. عزیز مدیونی که فکر بد بکنی. خواستی بری خواستگاریش قبلش با من هماهنگ کن. معلومه که میکنم، تو همه کس کار منی. زبون بسته از اون نظر نمیگم. بابا میخوام حکایت سه سال پیش تکرار نشه. تو حواست پرته، پا میشی میری خواستگاریش، سه سودی خواستگار توپ واسه اون پیدا میشه، بعد میفتی گوشه بیمارستان قش میکنی، یه هفته میری تو کما. نه شاید این دفعه اینطوری نشه. نه نه، من جای تو بودم امتحان نمیکردم. ای خدا، شدیم بخت واکن دیگران، همه گره بخزن خودمونی. ساسی، هانی، شانی، فرق نمیکنه، شما هرچی دوست دارین زده. چه بامزه، یعنی چی؟ ساسی مخفف اسم یک الهه یونانیه که مظهر مردونگیه، میدونی که؟ آهان، از اون نظر؟ بله. نورکتون باشه. بفرمه. دست شما درد نکنه. بقیهش؟ واقعا بقیهش هم خواهی بگیری؟ چه خبره؟ یه دمپایی که بیشتر نیست؟ اولا یه دونه نیست و یک جفت خانم. در ضمن کفش ملی اون برای خیابون بغل باجه تلفونه. شما تا حالا چیزی به اسم برند اصلا شنیدین؟ همه جای دنیا خانم قیمتش یکیه. قیمتش بین المللی اصلا به من ربطی نداره. 123 دلار و 99 سنت. 99 سنتش استفاده ماست. که اونم شیرنی شما کنار موجه خانم یادگاری. در ضمن این کفش 3 سالم گارانتی داره. همین الان گارانتی و شناسنامه‌اش رو تو اینترنت براتون پر می‌کنم. ولنتاین براتون دعوتنامه میاد و اس ام اس عاشقانه. تو قرعه‌کشی هم شرکت می‌کنیم. بنز اس، گرین کارت. یه وقتی دی کمک هزینه سفر به دور تهران. ساسی صندل بفرمایید. الو سلیمون؟ الو ببخشید. عذر میخوام، اسمتون؟ اسم شناسنامه ایمو بگم. بله. کبرا ارزنتبار. کبرا ارزنتبار. ماشاءالله چه اسم شیک و جمع جوری هم هست. دوستم تینا صدا میکنه. و تو هم که مثل خودمونی تینا. الو سلیمون. الو قلابه داداش، من یه جایی هم نمیتونم حرف بزنم. اوضاع رو به راشاد خودم باهات تماس میگیرم. الو الو سلیمون، اروا خاک دایی قطع نکن. یه سوال کوچیک دارم فقط. این پلاک مغازه چند بود؟ پلاک مغازه رو میخوای چیکار؟ من که مغازه نیستم، من الان گمرک اردبیلم. یه مشکلی واسه جنسام پیش اومده. مشکل حل چه؟ 3 4 دیگه رسیدم تهرون بهت زنگ میزنم. انقدر اینجا هوا سرده که نگو، جون خود 3 ساعت الان تو برف موندم، تمام انگشتای پام داره گز گز میکنه. یعنی تو الان تو فرودگاه اردبیل هستی؟ میمردی زودتر زنگ بزنی؟ پولت حاضر تهرونه، رسیدم برات میفرستم. آره بابا. الو الو بابا، آنتن نمیده، صدات نمیاد، خشخش میکنه، شارژمونم تموم شد.
خشخش میکنه، آنتن نمیده، شارژم هم تموم شده. قبول نیست، تو دیدی. تو دست از این کارات بر نمیداری؟ یعنی جدی نفهمیدی دارم با چیخی میکنم؟ نفهمیدی؟ دیدم از اون برداشتی میمدی. ولی من از این بر اومدم، پول منو بده من برم. بری؟ میدونی چند وقت نهیدمه؟ راستی امامزاده چطوره؟ اهل آبادی؟ عزیز مردشون خوبم؟ زنده ها و مرده های آبادی همه خوبم. پول منو بده، مگه نگفتی پولت آماده است؟ آه، چطور رود میشه بعد از این همه سال تا دیدم هی پول 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 میکنی؟ پچی شد اون مرد خدا، اهل دل، اهل خیرات. میبینم که درگیر مادیات شدی، زمینی شدی. بله سلیمون، چند سال پیش که اومدی 5 میلیون پول بی زبون منو گرفتی، گفتی میخوام زن بگیرم، دیر بهت دادم، خواستم ثواب کنم، دیگه کبابم نکن. بدهکارم شدی تو، کباب شدی یا من؟ اصلا غلط کردی بهم پول قرض دادی. من بچه بودم نفهم بودم، چرا وقتی بهت گفتم میخوام زن بگیرم نداری تو دهن من؟ ها برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون. تو زندگی من نابود کردی، ازت طلبکارم. آره ازت طلبکارم. میدونی چقدر مهریه‌شو دادم تو ازم طلاق گرفت؟ ها 30 میلیون، 30 میلیون، میفهمی؟ تازه ما یه سکه طلا هم دارم بهش میدم، همشم مقصر توی. از این بعد ما یه سکه بهار آزادی و میداریم اینجا. بله مردم دیگه، اینقدر جورتی کشیدم. پس اینجوری ها؟ این چکی که به من دادی، کلک زدی، تاریخشو زدی برای سال دیگه، بازم موجودی نداشت. برگشت زدم دیگه، بستنه نمیدی؟ میرم با مامور بیام خودمون جمع بگیم. ای خدا، همه کمر به فلاکت من بستن. تو هم روش میخوای من از این بدتر ببینی؟ بیا ببین، بیا ببین، بیا ببین. ای هم ناز ندارم، به پیر به پیغمبر ندارم، ندارم. جذب کن، جذب کنی، جذب کن، بره زندون، جذب کن، بره زندون. حتی هم تو زندون یه لقمه نونه بی منت پیدا میشه. سلیمون آروم باش، بده جلو مردم. خیلی خوب، من اصلا حرفم رو پس میگیرم، غلط کردم. خدایا من اینجا ببر، ببر از این دنیا کسافت، ببر. خسته شدم. سلیمون چرا اینجوری؟ خسته شدم. خولم من اینه تو خواب دیده بودم، دوروبرم پر کفش بود، تو پا خودم کفش نبود، بیرون پر از خار بود. نه خوردی؟ گشتن نه؟ نه هرچی هم توی 3 سال خوردم دارم بالا میارم. این سوی کمی عوشتر بری؟ حسن اتفاق نمیافته، فقط با حضور خشتکت باشه. آخی سلیمون، خدا رحمت کنه دایی رو. خدا رحمتش کنه واقعا. اصلا باورم نمیشه، درست مثل قدیما سلیمون. انقدر نگو بابا سلیمون، سلیمون اسم من ساسی عزیز من. ساسی، ساسی قرتی بازی چی؟ ساسی یعنی چی؟ ساسی یعنی مأمور عذاب، یعنی پاسبان جهنم. کشتی ما رو، بیا بریم اینو بچه همون تزدن. بیا نترس بابا، بیا تو. کجا؟ بچه دارم تمرین میکنم. چرا تمرین میشه؟ نه تفی بابا خودی هنم هم از روز و شب راست میرم انسان از شنت لب دقدقه یه جوان تیپ بشه، بچه خفن اسم اکی بشه، بچه خفن شیطون و بازی گوشه، با هر دسته و سمفونی جوشه، تو ماشینش موزیک باخ میذاره، جوگیر میشه واسه ما شاخ میذاره. ما بهتریم یاشون، ما بهتریم یاشون، بابا شما اندش هستی. Zamanın izlerim bu da gündeğinde. Dedil günüm.
میری بروزی بسون و باید بری بسوزی فرق نداره سبز یا روشن بد میخوابن جز قالشن من فکر تریپ و تو فکر مود آخر هفته که میشه میریم فرانکفورت همه کل کل میکنن سر تیر میرن و قاطی میشن با اکی چرا قولای ما شده باد هوا همه عشقا دروغ همه حرفا ریا شما ترسی کجا میری؟ یا ابوالفرس زندایی فت کجایی تو؟ زندایی تصدق سره کی اومدی مادر؟ بلکن من کی اومدم دارم در میرم رفتی اون پایین ببینی چی خبره؟ اینا کیان؟ چی میگن؟ چی؟ خدایا تو به چی شده؟ چی دیدی؟ اصلا انگار اصحاب جهنم اون پایین یه چیزای عجیب غریبی میخونن اینا اصلا حالشون بده بیبریم پایین به این مادر چی بچه های خوبی هستن؟ شما انرژی هسته ای حق مسلم ما بیر دادن های بی خود بهونه غربی های سازمان ملل رو همش وسط می کشن بهونه ای ندارن خط و نشون می کشن ترسی به دل نداری چون ما ایرونی هستیم همه باید بدونم کی هستیم و چی هستیم ترسی به دل نداری چون ما ایرونی هستیم کوری دستتون درد نکنه خیلی عالی بود اما چی شد این بچه ترسیده بابا بچه داشتن در واقع موسیقی کار میکردن تو حال خودشون بودن شاید غریبی کرده اسم شریف قربان بلا بس اسم شریف خارجی هست بلابس بیا با بچه آشناس کنم بیا بلا بس بلابس دیگه عفت خانوم بچه ها همیشه شرمنده شما میشن میخواستم تا بلابس با بچه آشنا کنم اگه اشکال نره چای یا هندونه خونه کار کدوم باشه چشم الان میاد دست شما درد نکنه بیا همونه بچه ها بلابس بچه ها بلا بس گیری دادی بیا به لطف خدا جسارتا مساعده اوقات شریفی شدم پیرامون قرار ملاقات با ناهید خانم چش اومدم خدمت خدا حافظ شما بله نه شرمنده مرمت میفرمایی آژانتین وزرا چشم درد و بلاتون خدا حافظ جکله میبینم که جنابالی هم آب نمیبینی وگرنه سرعت عمل در حد رکورد المپیک بالاست بذار حالا از راه برسی بعد موتور رو روشن کن شب بسر خجالت بکش سلیمون میخوام برم از شهر توی که خلاص شم از این جهنم در آدم باید پناه ببرم خدا نگو خدا بگو فرشته های خدا ناهید بلا بس میگفت تو همیشه دماغت آویزون بود من گفتم خب حتما 24 ساعت هم پاراف میخوای ها شوخی کردم بابا حالا زود کارشو را بنداز یادت نره من مامانم از دعای مردم همین آبادی دارم خیلی خوب بابا تا حالا صد بار اینو گفتی امروز تا قبل از ظهر پارافشو میگیرم خوبه؟ ای خدایا صد هزار مرتبه شکر راستی چقدر میدن؟ اگه چک میدن یه جوری باشه که تا این بانکا نفس همه تونم نقدش کن خیر ببینی
دیر اومدی، زودم میخوای بری چک بگیری، اونم همین امروز. خودت گفتی که من گفتم پارافشو بگیرم، یعنی میره تو نوبت. مردم واسه 211 تا قبرستون و مردشور خونه قبل از تو درخواست بازسازی دادن، تازه اولویت بندی میشه، بازرسی میشه، بعدش هم تو شورا مطرح. کتاب پاییز قد نمیده که. قصه نخورین شما ناهید جان، عزیزم شما نمیتونین یه کاری بکنین بلا بس زودتر بیاد سر صف؟ یعنی یه جوری بررسی بشه که زودتر بیاد سر صف دیگه. همه تلاش هم میکنم. شبا تهران کجا میبینی؟ خونه دایی خدا بیامرزم اصلا، البته چند روزی میمونم، بلکه بتونم این پولم از سلیمون پسر داییم بگیرم، خودم دست به کارشم یه بخشیشو خرج بازسازی کنم. وقت پسر دایی چی کار هست؟ همه کاری میکنه، روزا با یه چند تا خواننده جلف کار میکنه، بلکه به بهانه بره لس آنجلس. اصرا هم یه مغازه صندل فروشی زنونه داره، مثلا توش کاسبی میکنه. اتفاقا مغازش یه چند تا ایستگاه از خونه شما بالاتره. یه وقت اومدین اونجا من خودم هستم مواظبم. نشونیش هم به من داده بود که بدم خدمت شما. بفر دست درد نکنه. بیا بریم خونه ما، مامان فاطمه خوشحال میشه ببینت تا. نه دیگه. سلام برسونی. چشم. یه چی بگم؟ آره بگو. خداحافظ. خداحافظ. برگشتین؟ تو پلیسی؟ نه والا گشت ارشادی؟ نه متاسفانه. ها فردینی یا چی توی این مایا؟ ابدا. گاگولیه که تازه اومده تهران، جوگیر شده، فکر یه خبرایی هم هست. بینا دوست داری جلوی خانم زیبا که داری عدای سوپرمن رو بسش در میاری همچی بزنم لیت کنم که رغبت نکنه با جارو خاک انداز جمعت کنه؟ بعید میدونم بتونید. یه دقیقه زبون به دهن بگیری، من رفتم خانم رو راهی کردم برگشتم. خوش اومدی گاگول. من که بینه گرفتم ایسینا خودشو برن، یعنی شما نمیگرد من هیچ کاری باهاشون ندارم، شما خیال تو برد بایستان رو بفرمایین. غریبی نکنین دیگه، نمک نداره. اختیار دارین. چه کار خوبی کردی اومدی، خوشحالم کردی. خیلی ممنون. شما هم ماشاءالله هزار ماشاءالله، الحمدلله بهتری میسی. ناشکری نمی کنم، ولی دلم میخواست خیلی بهتر از این بودم که یه کمکی به نورا باشم، حداقل یه باری از رو دوشش بردارم. شما که دلتون پاکه، خب میتونی یه دعای خیلی براش بفرمایی. ایشالله مادر یه شوهر خوب اونجور که دلت میخواد پیدا کنی و بری سر خونه زندگی. فا
بهترین؟ بله. مادر جون یه دعای دیگه میکردین چی میشون؟ به من گفتی تا که دل دریا کن، بندگی سوبا کن، ابر باران زا شب بوی دریا. نگاه تو، شکوه آه تو، حرم دستان تو، گرمی جان تو، آوی دریا. به ساحل ها، موج بی تابی ها، در قدم های پا، در وصال رویا، گردش ماهی ها، بوسه ما. چشمم روشن، میبینم که دادی رفت به کارش. چی رو؟ دلو دیگه. یار مبارک بادا. حالا که بریم خواستگاری؟ نه اصلا حرفشم نزن، خواستگاری نه. چطه؟ زن میخوای بگیری؟ وبا که نمیخوای بگیری؟ ترس نداره که؟ ای بابا، درد من یکی دوتا نیست که. امروز برم خواستگاریش، سه روز دیگه زن یکی دیگه شده. چرا؟ خودم هم نمیدونم. اولش فکر میکردم لطف خداست، حالا میبینم. صبر کن ببینم، تو هم مثل اینکه جدی جدی باورت چه نظر کرده ای؟ ها؟ یعنی خواستگاری هر کی بری؟ هر کی. تو فقط تنها حسنت این بود که دروغ مروغ تو کارت نبود، همینو بس. به روح دایی خدا بیامرز دروغ نمیگم. دروغ هم چیه سلیمون؟ سلیمون چقدر حرف میزنی؟ داشت میخون تازه دلمون وا شده بودا. چی چیلی دلمون وا شده بود؟ نصف شبیه اینو کلاغ مده سر پشتمون ایستاده داره قارقار میکنه. یاد ولایت کردی؟ برو بگی بچم ببینیم بابا حال نداری. صرف آسایش. چقدر قر میزنی؟ من گفته بودم تا عمر دارم نمیخوام صدای تو یکی رو بشنوم. تا عمر داری؟ شاید تو خواستی تا 100 سال هم عمر کنی. من بدبخت چیکار کنم که اسرائیل آدرسو گم کرده؟ بس بابا، شما دو نفر نمیخواین دست از این کلکلتون بردارین؟ یه عمر مثل تام و جری میمونی. گل پسرم فقط دعا کن من فردا یه مشتری پیدا بشه این خونه رو بفروشم، شر این پیرمرد راحت شم. قرقرو یعنی بلا اگه خواستگاری این پیریم بری پریده؟ آره میخوای امتحان کنی؟ آره. نه حاج خانوم ببخشید، شما واقعا صدای منو دوست داری؟ صدات خیلی مهربونه پسر. خودم هم همین جوریه. ببخشید بی ادبی نباشه، میشه به چشم حلالی و همسری بنده رو به غلامی خودتون قبول کنید تا آخر اون براتون چه چه بزنن؟ اوه چه غلطی زیاد زیادی؟ ببند اون دهنتو، همسن مادرته، خجالت نمیشه با شوخی میکنی؟ واقعا که حیا رو خودی آبرو سر کش. تا چشم تو کورشه پسر جون، من از خدامه، فقط یادت باشه من پول و پله ندارم، نقشه نکشیده باشی برای منو. نه پول و پله چی، وجودتون برای من مهمه. فقط یک کلمه، اگه یک کلمه گرد بزنی یا میام اون سازی میکنم تو حال خوبه. خیلی خب حالا تو چرا حالت بد شد؟ سر پیازی یا تای پیاز؟ من خود پیازم، وقتی که اومدم زدم تو گوشش اون موقع بهت نشون میدم. یه عمریه دارم چی میدونم، منتتو میکشم. تو سرم زدی، تغییرم کردی، کوچیکم کردی جلو همه، هیچی نگفتم به. حالا جلوی من داری بعدا رو به یکی دیگه میدی؟ هاشو به اون معرفت باش. چی شد؟ من که جز بد اخلاقی و بهانه‌گیری از تو چیزی ندیدم. مگه تو گذاشتی؟ مگه تو روی خوش من نشون دادی؟ فکر نکردی تو من با این پادردم و با این حال خرابم این همه پله رو سه طبقه بالا پایین میرم برای چی؟ برای که مواظب تو باشم، برای که مراقب تو باشم، برای که بالای سر تو باشم. تا نخوابی و چراغت خاموش نکنی خوابم نمیبری. پس این بچه بازی ها چیه؟
میمردی اگه مثل آدم حسابی یک کلوم میامدی ازم خواستگاری میکردی؟ خانم خانمان، من میگفتم، تو قبول میکردی؟ چی ره قبول نمیکردم؟ قربونم بله گفتنت برم، همین الان میام خواستگاری، همون چی بازه همین الان میام. این موازه باشی و پله نیفتی. نه آره نه آره اینجا میشه اتاق اصلی کار ما. اون بر یه میز میذاریم واسه خانم منشی با دو خط تلفن. بعد یه پارتیشن میکشیم وسط، اون بر پارتیشن میشه اتاق اصلی آقای متخصص که جناب علی باشی. بعد چی میخوایم؟ دو تا پارو. پارو میخوای واسه چی؟ پارو میکنیم مایارو، پارو میکنیم مایارو. قیمت شوهر تو این ترون قیمت تلاس. ببینم میدونی چقدر دختر ترشیده تو این ترونه؟ آماره زنهای بیوره داری؟ آره پیر زنهای حسرت به دل. بزرگترین آژانس ازدواج دنیا رو میزنیم. باده خانم، باده خانم، پول نقد بیار شوهر ببر. نیل 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 بالشت سر شوهر. اسمش هم میذاریم شوهر شاپ. شوهر شاپ. یه لیموزین میخریم توپ. لیموزین کش نمیشه. واسه هم یه دونه موتور گازی پژو 0 کیلومتر فرانسه. تو چرا یه دفعه حالت بد شد؟ مگه من چی گفتم؟ خاک تو سرت کنم. تمام زندگیت شده مادیات. بدبخت شاد یه لطف الهیست. یه معجزه یا یه امتحانه. وقتی میخوای ازش پول در بیاری باهاش معامله کنی حالت از خودت به هم نمیخوره. فکر کردی من کی هستم؟ تو فکر من کی هستم؟ تو چطور به خودت اجازه میدی درباره من یه همچین فکری رو بکنی؟ گوره بابای پول، مگه اراده بکنم تمام آدمای امثال اوزون موزون و انیشمن دلار میریزن زیر پای من؟ آره؟ پس بی زمان 5 میلیون از این دلاره زیر پات بده منو بدبخت برم دنبال کار زندگیم. بگم به همون خدا قسم میرم الان کلانتری با مامور میام. خب بذار حرفم تموم شه. چرا وسط حرف من میپری؟ عزیز من قربونت برم دلار میریزن زیر پام. ولی من تا اونا رو نفرستم لس آنجلس اجازه نمیدن دلاشم دست به دلارا بزنم. همینطور باید شق و رق وایسم. خودتی. پس همینجور وایسم الان برمیگردم. خب کجا؟ وایسا عزیز من. تو فقار کجا میری؟ من میدونم تو دلت نازکه واسه همین بهت نگفتم. تمام این شهر، تمام این خیابونا رو فساد فرا گرفته. تو یه معجزه ای، میفهمی؟ یه معجزه به بزرگی این شهر. تو میتونی این شهر رو بکنی اوتوپیا. میتونی بکنی مدینه فاخره. بی سوا، مدینه فاضله. حالا خودتی. چه؟ همون که فکر کردی منم. خیال برات داشته، خواب رنگی داری میبینی؟ من تو رو بزرگت کردم. رویای پولدار شدن داره کورت میکنه. به همون مرده‌های خفته تو خواب نخور، قسم نخوره. همه موهای تنم سیخ شد. حالا بس. تو فکر میکنی اون خوابی که دیدی یعنی چی؟ ها؟ اون خوابی که دیدی یعنی چی؟ اون همه کفش های زنانه بی صاحب بیرون در پر از خار، صدای بوق بوق ماشین های عروس که با حسرت به گوش میرسه. اینا همه یه نشونه است از این دیگه واضح تر که توی نمیفهمی؟ خدایا پروردگارا خودت شاهد باش. همه اون نشونه هایی که به من دادی بهش گفتم اما خودش نفهمید. دیگه من مسئول نیستم. از سر من ساقط. ترمینال. نگو ترمینال، بگو حداقل جهنم که در بس ببرنه. ابلیس هم همینجوری آدمو گول میزنه. ولی من حواسم جمعه. آره حواس آقا خیلی جمعه. اگه پس فردا بارندگی شد و سقف اون مرده شرخونه اومد پایین و مرده های مردم یه بار دیگه مردن، تو میخوای جوابشو بدی؟ به فکر خیرات الالعبدت باش غافل. ترمینال. آقای عزیز، چشم عزیز من. آقا من قول میدم 5 میلیون شما را تا یک ماه دیگه بدم. 5 میلیونم خودم بذارم آقا برای اموات آبادی نصب کنم آقا، که بدونن من آقا به فکرشون هستم. اصلا میدون چیه؟ 1,500,000 تومانم من میدم به خودش جناب علی برای اینکه کارات راستالیس شه. خوبه؟ از این بیشتر دیگه میخوای؟ اون 5 میلیونم 5 میلیون با 1,500 میشه 11,500,000. نه آقا ترمینال. آقای محترم بفرما آقا، من خود خار مادر نداری. خوبه آقا، برو آقا بینی. نگاه کن، الان من هیچه، اونجا نگاه کن.
اگه شوهر داشت این کارو میکرد؟ نمیکرد دیگه. خب تو مقصری. آقا در بس در بس. بله بفرمایید. ترمینال جنوب شمال هر خراب شده خاص ببرش. بفرمایید قربان. مستقیم میره جهنم، میشینی اونجا یخ در بهش میفروشی. حالشو ببر. آقا ببخش. بفرم. راست گفتی، حق با تو بود. آفرین، دمت گرم. البته حق با تو هم هست. تو کار خیر اصلا نباید به پولش فکر کرد، فقط در حدی که مثلا خرجش در بیاد. تو خودت منو بهتر میشناسی. من اگه پول داشتم خودم از جیب خودم خرج میکردم، به جاش بهشت رو خریده بودم. سلیمون، من میترسم، نمیدونم بعد از کجا شروع کنیم. نمیدونم. آه، من یه دختر میشناسم، محتاج بدبخت دم بخت ناکام. خیلی خوش اومدید، صفا آوردید، قدمتون رو چشم. خوبی عزیزم؟ سلام مادر جان. بفرمایید. دست شما درد نکنه. نلبکی هم بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. بفرمایید. بله دستون درد نکنه دوستان خوش. مادر جان بفرمایید، بفرمایید. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. خیلی زحمت کشیدید. دختر ناکامت این بود. من تو رو زنده نمیذارم. خب؟ به من چه؟ لطف کرده بودن تو مشخصات نوشته بودن 68. من فکرم تاریخ تولدشونه، نمیدونستم سنشونه. راستی مادر جون، چرا مادر بزرگ چایی رو آورد و خود عروس کو؟ والا چه عرض کنم افت خانم، از سلیمون بپرسید. سوال نکن. عروس خانم خودشونن. یه مقدار دیر تصمیم گرفتم برای ازدواج. جون خودت گفتم که اتفاقی تو اینترنت پیدا کردم. حالا هی تو همش تحویل بگی. سلام. سلام. ان شاء الله خیر ببینی مادر که اینقدر دستت سبکه. ان شاء الله که دست به خاک بزنی واسه طلا بشه. من البته میدونی از خدام بود که بهت بگم بله، ولی خب ترسیدم که یه وقت حسرت این هوشنگ خیر ندیده به دلم بمونه. الحمدلله که ترسی. ماشاءالله زار ماشاءالله چه به همدیگه هم میاییم. آره بفرمایی، قابل نداره. با اجازه. سلامت، خوش بگذره. حالشو ببر. 2 میلیونه. این 2 میلیون از قرضت که بدون منم به فکر شما هستم. کلن 3 تومن دیگه ما به شما بده کاریم. راسته. درست آقا؟ درسته. دست داره. فقط از این 2 تومن. 1 تومنش حق و زحمه بنده است ببخشید. 1 تومنش حق و زحمه منه. 1 تومن بقیهش هم مال شماست. در ضمن بابت کلن کلیه مخارج آژانس هم که میخواین راه بندازیم 3 تومن ما باید پرداخت کنیم. 1500ش رو باید شما بدی، 1500ش رو من، که اگر شما 1 تومن رو لطف کنی 500 دیگه بده کار میشی، که اونم حالا بعدا با هم حساب میکنی. جناب عالی مطمئنی درست حساب کردی؟ آره بابا، فقط بجوم بجوم باید زنگ بزنیم برای بچه ها سری بیان که باید کار خیلی جدی بگیریم. چی رو؟ چی رو؟ آژانس رو دیگه. تو داره میشه آروم قلبم،
میکنیم آژانس خوشبختی رو برپا با هزار و یک امید و آرزو، اگه برسیم بهشون ما نمیشیم پر. میگه نه اگه بیاد اینجا خوشبخت میشه، بخت واسم حالا حالا گرونه میشه. میان اینجا همه دخترای دم بخت تا گیرشون بیاد یه کیس سرسخت، همه خوشبخت شدن ما بدبخت، عاقبت ساس صندل و بالا بر علیش مزه کروات بودیم ما، ولی آرمین و منت شدیم ما. Yes. You have to pay in 3 payment. Yeah? Okay. Don't worry. See you. Bye-bye. از تو بین 17 مشتریه. اسمس های آژانس کار خوش کرد. چه جوره؟ بفرمایید. بفرمایید. شادومان. آقا یه داماد پرفکت پرفکت. هر عروسی بذارن کنارش بهش میاد. کوتاه، بلند، چاق، لاغر. یه داماد مولتی مدیا. هر چی دلت بخواد ورودی و خروجی. بانم. بگیرین رو ببینم. آقا جون همین اول بسم الله باید سنگامونو با هم وا بکنیم. نباید یادمون بره برای چی اینجاییم. کار خیر. کسی به پول و مادیات فکر نمی‌کنه. آقا رو حرف خودمون رو به خودمون برمیگردونی. عزیز من، ما فقط میخوام یه ورودی معمولی بگیریم، اونم برای امور خیریه و مایحتاج روزمره و هزینه ایاب و ذهاب و حقوق پرسنل و دک و پوز حضرت عالی. راستی شهر خانم دخترموی ناتنی کراواته که همکار جدیدمونم هستن، بهترین مخزن برای مشتریای تشکیلاتیمون. اصلا هرمی کارو میکنه، نگو نپرس. سایت و وبلاگ و اینجور چیزا خوراکشه. سلام علیکم خواه. سلام برادر. شاه کلید بفرمایید. نگران نباشید. کاری نیست که شاه کلید نتونه انجام بده. شاه کلید؟ بله. رمز خوبیه. خواه. خدایا خودم رو به تو سپردم. بگم نمیشه این کار رو نکنیم. یه جور دیگه ثوابش رو ببریم. اصلا آب افتاد دست یزید. بذاریم چی میگه؟ ساسی مورد ویژه است. چند بهش بگم؟ بله 3 میلیون میشه. البته قابل شما رو نداره. 3 میلیون؟ چه خبر آقا؟ عزیز من، اول باید رگو ببینی، بعد ازش خون بگیری. داره میگه مشتری بالا شهره. خب باید ازش 3 میلیون تومن پول بگیری. خارج از این تعرفه های کاغذیه. ما اصلا کلن واسه مشتریامون 2 گروه تعیین کردیم. گروه A مال بالا شهری هست. با تحصیلاتش 3 میلیون میگیریم. بی تحصیلاتش 2.5. گروه B مال وسط شهری هست. با تحصیلاتش 2 تومن. بی تحصیلاتش 1 تومن میگیریم. یعنی 1 میلیون. دمو؟ اینا چیه؟ تبلیغاته. تبلیغات. از دیروز دادم چند نفر عین شبنامه برام پخش کنن. البته آدماش همه مطمئنن ها. دلت اصلا شور نزنه. بذار اصلا برات بخونم، این خوشت میاد. میگه توجه توجه. مژده مژده. دیگر مجردی معنا ندارد. دوران تنهایی به سر میآید. عشق در کمین شماست. زیرا که شاه کلید یارو یاور شماست. داره میگه. شاه کلید با ربع قرن تجربه ارائه دهنده بهترین خواستگارهای دلخواه شما با آخرین متد روانشناسی و تکنولوژی SB. ما فقط در کمتر از 1 هفته شما را سر سفره عقد نشانده و دست شما را به دست همسر آینده تان میدهیم. تضمینی 100%. ثبت نام از سن قانونی تا پایان مارک. شوهر شاپ دات کام هم اینجاست؟ بله، خیلی خوش اومدین. بفرمایید. بفرمایید قسمت پذیرش. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. سلام. خیلی خوب. جناب استاد بلابست کارگشای ایجنت ما هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم. واقعا شما بخت با میکنید؟ والا چرس کنم. چرس کنم چیه؟ ایشون شکست نفسی میکنن. شما کافیه سفارش بفرمایید. تضمینیه؟ خاطرتون جمع خانم، ما کلیه کارامون تضمینیه، اصلا با گارانتیه. شما ظرف کمتر از یک هفته اسم زیباتون تو شناسنامه همسر مورد نظرتون قرار میگیره. نبود بیاین پولتون رو پس بدین. میگم امتحانش ضرر نداره. حالا موردتون چی هست؟ هر چی که بخوای. یعنی هر شوهری که ما بخوایم چه دلیل؟ بله خانم، شما سالوادور هم بخوایم ما براتون میاریم. بفرمایید. خواهش میکنم بفرستید. بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید بشینید. خب قد بلند باشه، مهندس باشه، ورزشکار و خوشتیپ. ببخشید پول مول چی؟ پول نداشتم نداشت، اونو خودم دارم. اوکی، حالا که مشکل مانی حله، استاد بلابست میتونن کار شما را بندازن. اما من گفتم قد بلند و مهندس و خوشتیپ. شما نگران نباشید، مقدمات کار ایشون انجام میدن، اصل مطلب جای دیگه اتفاق میفته. خطر نداره؟ خطر؟ ببینیم پشت هر خطری یه موفقیت زندگی میکنه. کافیه که شجاع باشی. یه مصاحبه ساده است. از آمپول زدن بدتر نیست. خانم محترم، با بنده ازدواج میکنی؟ یعنی چی؟ ببخشید باید اینجوری انجام بشه. به من اعتماد کن. مسخره کردی منو؟ بله خواهش، من مطمئن بودم که هیچ موردی پیش نمیاد. گفتم که ترس نداره. به همین راحتی تموم شد؟ البته، چون که مشتری اول ما هستین یه اسپشیال آفر براتون دارم، یعنی یه پیشنهاد مخصوص. اگه الان حساب بکنین نصف تعریف هست، ولی اگه بعد از یه کارتون انجام شد حساب کنین مجبورین دو برابر بدین. کدومش؟ هیچ کدومش، خودتون رو مسخره کنین. باشو بریم. کجا؟ کشتی بچه؟ ببخشید خانم، طوریتون نشد که؟ تو رو خدا ببخشید، شما رو ترسوندیم. حواستون رو جمع کنید آقا، مردم که جونشون از سر راه نیوردن. شما به بزرگی خودتون ببخشید خانم. مهندس به خیر گذشت، سوارشو برید. باورم نمیشه چقدر چهرهتون عوض شده. ملیکایی بگی؟ من یادتون نمیاد چهار سال پیش نماشا کتاب بیدیم مادقم چقدر اون شماره زنگ زد؟ شما؟ من فکر میکردم مزاحمی. مزاحم؟ میدونی من چقدر دنبال آدرس شما میگشتم تا شما رو پیدا کنم؟ خدایا شکر. یه لحظه منو ببخشید، الان برمیگردم. خواهش کنم، بفرمایید. کمتر از یک هفته طعم واقعی خوشبختی رو احساس میکنید. اوکی؟ بای. کارتخان دارید یه چک بدم؟ قصد اول دومو میگم. کارتخان. آه حتما. این فرم رو لطفاً پر کنید. اینم خواستگار. چی میخوای؟ یه مرد جذاب، پولدار، دکتر. من خیلی فوری. شسته رو همینجا میل میکنید یا اینکه میبرید؟ خوش آمدید. سلام، عرض کردید. خیلی زحمت کشیدین تشریف آوردین. سلام دخترم. ببخشید عروس خانم ایشونه؟ بله کوچیک شما هستم. سلام.
سلام. سلام خواهر. دست شما درده. میگم زندایی بهتر نبودی که هم قد و قواره خودت پیدا میکردی. بلا چرس کن. همه برای مغازه ما اومدن؟ تو بارش فروشی میزدیم انقدر نمیگره. خدایا خودم رو به تو سفر. یعنی شما همه تون شوهر میخوان؟ الواقع این ور هل نزنین به همه تون میرسه. مطلقه ها این ور، الواقع این ور. من نمیدونم این ور وایستم یا اون ور وایستم. میدونین چیه؟ آخه من و دخترم خیلی به هم وابسته ایم، یعنی این چه اصلا نمیتونیم از هم دور بمونیم. اگه ممکنه بی زحمت شما یه زحمتی بچشید، یه پدر پسر مرتب مرتب واسه من و دخترم جفت جور کنی خیلی ممنون. الهی چه خیر از زبونیت ببینی، الهی چه دستت درد نکنه. این حرفا چیه؟ مامان برای خودشون میگن، یعنی چه پدر پسرم نبودن اصلا مشکل زندگی مستقل فرقی هم نمی کنه. خیلی فرق نمی کنه. خیلی فرقی نمی کنه. زندگی مستقلاتش خوبه؟ بله بله. البته حرف بزرگتر حرف نمی زنن. برک الله، آفرین، خیلی ممنون، خیلی خوشم اومد. آقای بعد از بزرگتر که همیشه درست نمیگه. حرف نزن دختر. مجه تو خونه با هم قرار نذاشتیم. مجه با هم صحبت نکردیم. جوونه سر خودش آرزو داره. جوونه اول من واجبم، این واجبه یا من؟ من واجب ترم. من واجب شوهر. اومدی شوهر کنی؟ آی الهی چه بی شوهر بمونی، من دلم خونه چه بیرده. من قصد ازدواج ندارم. برای چی اومد اینجا؟ یعنی خب دارم، ولی تو برنامه 20 ساله آینده دنبال یه مورد مکتشف، مخترع، فیلسوف، مهندس میگردم. وقتی چیزی رو فراموش نکردین؟ راستی مامان بابام رو مورد مهندس بودنش حساسن. دانشمندی باشه که مهندس صداش کنه. شادمان یه اینشتین آماده کن، یه مشتریه علمی تخیلی داریم. دوز تحصیلاتش هم بالا باشه. عالیه. ننه جون من فکر میکنم برای شما نشه کاری کرد. اونی که شما میخوای اون که تو فکرته الان مومیاییه. شوهر باشه، کوف باشه، نونوایی خوبه. کی گفت نونوایی؟ مومیایی. حتما باید خلبان باشه. بله، ضمناً گفته باشم میخوام هفته چند بار پرواز کنه با آسمونا. اوکی، ولی خلبانی که موجش میزنه بالا ها، اشکال نداره؟ نه، بهایش خوب باید پرداخت. ولی ببین، ایجنت ما به این نتیجه رسیده که اگر تو شوهر زنده میخوای بهتره که پاش روی زمین گرم باشه. این روزا از هر دو تا پرواز یکیش کرش میکنه، یعنی سقوط میکنه. اشکال نداره؟ عوضش خلبان کلاس داره. اوکی. واو، ببین چی واسه پیدا کردن. یه کیس بست، ناخداست، 0 کیلومتر، یعنی تا حالا مریض نشده، ازدواج نکرده. استخرتون و جکوزی همه چی شریفه. این داکه، این مرغابی همش توی آبه. این خوبه؟ چاره ای ندارم، ناخدا اوکیه. آه جون من، تعارف نکنی. چای قلیون بدم خانم دخانی ها؟ شوهر میخوام، همین الان لازم دارم. همین الان؟
مگه چک دهی دست مردم؟ بابام داره فرض شوهرم میده به خاطر بدهی. یه شوهر میخوام همچینی حقمو ازش بگیره، همچینی 140 50 کیلو رو راحت داشته باشه، بزنه تو دوزار میده یه رو از عنبیش بپاچه بیرون. غیرتی زوردار میتونی؟ داکلی از رنبه ها چیزی تش مونده؟ یه هرکول میخواین؟ جانا شما از طریق سایت اقدام کردید؟ خب اگه اینطور باشه 10% آفید. قرض 192، وزن 85. رزرو کنم؟ یه مدت طول میکشه. نگران نباشید. اگه معرف داشته باشین سعی میکنم بین مشتری کارتون رو راه بندازم. آره از طریق سایت هم میتونین. shoharshop.com. اوکی بای. جانا ببخشید ما کفش میخواستیم. فرم پر کردین؟ فرم؟ بله. کارت ملی همراهتون هست؟ کد پستی هم الزامیه. ببخشید مگه کفشاتون چجوریه؟ هرچی که شما بخوای. شما چی میخوای؟ جفت؟ نه نه یه لنگه کافیه، بقیهش تو خونم لیلی میشه. پیشنهاد میکنم این شیرینکاریاتون رو بذارید واسه روز خواستگاری. اوکی؟ یه چیزی هم بهتون بگم، اگه دوتایتون اومدین دنبال دوتا داداش پولدار میگردید اشتباه میکنین. ما اینجا جفتی کار نمیکنیم. دوتا داداش پولدار؟ خانم من فکر میکنم حال شما بده. احتمالا الان ایشون نایلونی فیس بندرم کارتونی میبینین. ما اشتباه اومدیم ببخشید. ما با یه آقایی به نام بلابس کار داشتیم که حالا میریم دور میزنیم دوباره برمیگردیم. صبر کنید هانی، اینجا همه دنبال بلابس میگردن. چرا اینقدر عجله میکنی؟ نکنه خدای نکرده. نیور مایند. به هر حال خیلی از طریق سایت، خیلی حضوری توی ویتینگ لیستن. تو هم میخوای باشی هان؟ You are very open mind. ببخشید برای دیدن بلابس و یا یعنی چی؟ اینجا بنگاه شوهریابیه؟ آره هانی، نکنه فکر کردی خدای نکرده اینجا صندل فروشیه. ای جانم من که هستم. آه عزیزم این فرمو پر کن، کارت ملی یادت نره. ناهید خجالت بکش بیرون. کار پستی اینجا 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 رو پر کن. اینجا باید امضا کن. بس ببریم مورد 2716 رو تیک بزن. دردم شهی جان صد دفعه بهت گفتم این آدرس ها رو سرراست کن. یکی ستارخان، یکی کامرانیه، یکی میدون پروین ترانپارت. آدرس ها باید بر اساس منطقه تقسیم بندی بشه. که میخواید بگیری؟ سلام شما اینجا چیکار؟ علیکی سلام. نای جان صندل میخواستن، گفتیم هم بیایم ببینیم تمی که ماشاءالله بزنم به تخته براتون. خوشتیب کردین. کجا بودیم؟ داشتیم میرفتیم خواستگاری؟ نه خیلی خانم، داشتیم از خواستگاری برمیگشتیم. خواستگاری بعدی رو یک ساعت دیگه قراره بریم. چی میگی؟ این چی میگی؟ هیچی من خودم خدمتتون عرض میکنم، چیزی نیست. قرارمون چی بود؟ نه از حرف اول میزنه. شرح وظایف یادت نره. پرزنت کردن مشتری ها کار منه. ببینید خانم محترم، شیوه کار ما اینطوریه که یه قراری رو میذاریم، طبق اون قرار آقای بلابست میان خواستگاری شما و شما میگید که باید فکر کنم و ما تضمین میکنیم که ظرف کمتر از 3 روز خواستگار و آدم مورد نظر شما بیاد خواستگاری شما. به همین سادگی. مبلغ قرار دادم طبق 3 قسط باید پرداخت کنید. قسط اول روز ثبت نام که البته مبلغ ناچیزیه، قسط دوم روز خواستگاری و قسط سوم که اصل مطلب قسطم هست پس از حصول نتیجه نهایی. چطوره؟ داری شوخی میکنی؟ کجای قیافه من شبیه آدمایی که دارن شوخی میکنن؟ ساسی جان بذار کمکت کنم. ببین خانم، شوخی یا جدی چه فرقی میکنه، مهم حصول نتیجه است. ها میخوای امتحان کنی؟ نه. مثلا شما دوست داری که شوهرت چی کاره باشه؟ مگه شما انتخاب شغلم داری؟ ساسی اینا نمیدونن که اینجا هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری. خب بعدم نمیاد یه جورای خواننده رپ باشه؟ رپر که کیسه خیلی چیپیه هانی، این روزا توی خیابون پر از رپره. با
نورا نظر تو چیه؟ نورا؟ پس نورا خانم شمایی؟ بله منم. بله اتفاقا همین الان که داشتیم میرفتیم خواستگاری ذکر خیر شما بود. ببینم شما چیکار کردی که دل این رفیق ما رو اینطوری بردی؟ میشه تنهامون بذاریم؟ نورا خانم اومدن منو ببینن. بله خیلی خوشبختم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. همون موقع که داشتی میرفتی خواستگاری درست همون موقع تو فکر من بودی. باور کنی قضیه اینجوری نیست. اگه اجازه بدی من خودم براتون توضیح میدم. برای من توضیح نده. شغل شماست آقای محترم، به من ربطی نداره. فقط واسه من عجیبه که فکر میکردم یکم، فقط یکم با مردای دیگه فرق میکنی که اشتباه کردم. ولی کار شریفی داری یا لش نکن، بچسب. خیلی ممنون. ناهید بده. نورا خانم؟ نورا جان؟ دیدی با من چیکار کردی؟ بدبختم کردی. آخه من خر ساده چقدر بیچارم که افسارمو دادم دست تو یکی. خاک بر سر من. خیلی خوب. من چه میدونستم؟ میمردی زودتر بگی؟ میمردی؟ حالا خودم میرم باهاش صحبت میکنم. لازم نیست بری صحبت کنی. اسمشو بیاره همین که خودم دوش عقد میکنم. اصلا میدونی چیه؟ دیگه بسمه. بین من و تو یکی هم همه چی تموم شده. پولمو بده. سلام. بله واسه کدومتونی؟ منم مادر، بفرمایی. دکتر منو جواب کرده. من که عمرمو کردم مادر جون. هیچ ناراحتم نیستم. فقط یه آرزو دارم تو این دنیا. ای بابا مادر، خجالت داره، قباحت داره. به خدا زشت شما با این سن و سال دیگه چه آرزویی داری؟ چه اشکالی داری مادر؟ من یه دختر 37 ساله دارم. نصف صورتش ماه گرفتگیه. داره از تنهایی دق میکنه. آرزوم اینه که لباس عروسی تو تنش کنم مادر. میتونی براش کاری کنی پسرم؟ نه مادر من، نه عزیز من. این آقا همه درهای رحمت رو بس، چهار قفله کرد، کلیدش هم قورت داد، یه لیوان آبم روش. تموم کار رسمو بر نمیاد. کار میخواستی بکنی که اینقدر ثواب داشته باشی؟ فقط من موندم این همه ثوابتون میخواد چیکار بکنی؟ بفرمایید. خواهش میکنم نسکافتون سرد نشه، شربتتون گرم نشه. بفرمایید. از شما درد نکنه، اما اگه صد لاتیانم بود دیگه پر شده بود. لطف کنید بریم سر اصل مطلب، چون ما چهار تا آدرس دیگه داریم با عزتتون بعد امروز. چه عجله‌ایه؟ ستم میشه شام اینجا بخوریم؟ آخه ما یه رسم و رسوماتی داریم. توی همچین مراسمایی باید حتما خواهر بزرگترمون باشه و اینا دلخور میشه. در زمین بنده خدا پادر داره، یه کمی دیر میاد. الان است دیگه باید پیداش بشه. راستی شما دوا درمونی چیزی برای آرتروز، کمردرد، پادرد واسه این خواهر من نداری؟ فرمایش میفرمایین؟ آخه بنده که حکیم باشی نیستم که. لااقل بفرمایید عروس خانم تشریف بیارن رو ماهشون رو ببینیم. باشه چشم. عزیزم یه چند تا چای میاری؟ فکر کنم اومدن. خودشونن. حمیدی در رو باز کن. سلام خواهر. سلام خاله. خیلی خوش اومدین. چه قدیه کردین؟ بله بس. تو هم که اینجایی؟
ایشون خواهرم هستن، فاطمه خانم خانومم دخترشون هستن. خواهر جون عزیزان اومدن امروز اینجا برای خواستگاری ناهید جون. ایشون هم که آقا دامادم. داماد؟ مگه دامادو میشناسی؟ میگم میخوای بری؟ بری؟ نه نه کجا بری؟ بابا تو زهواره خواستگاری دختر خالم هستیم حالا. بریم. نه ببینید در صورتی که مصابه تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز جای ذخیرش بله به هر علتی شما بخواین لغو کنید یا تغییر بدید شرکت هیچ گونه حالا پرواز اگر بله فیشتون رو لطف کنید جناب فیشتون رو پرواز خوب داشته باشید. سلام کردم. علیکم سلام. خانم جلیل‌زاده لطفاً لیست چارتر پرواز رو به من بدید. لیست پرواز من میشه. واسه چی اومد اینجا؟ واسه چی اومد اینجا؟ اینجا محیط کار منه. من معذرت میخوام. آخه تو ببخشید یعنی شما من به جز شما اصلا آهان خواستگاری دختر خالم تموم شد حالا اومدی الان خواستگاری من. آره به خدا نمیدونستم ناهید خانمم ثبت نام کرده وگرنه قلم پام میشکست نمیرفتم اونجا. بابا چه فرقی میکنه ناهید باشه یه دختر دیگه باشه، اتفاقا تو کارت خیلی کار محترمانه و شریفیه. حرف حساب چیه؟ من میخواستم بگم که من و شما خدا چقدر سخته. میخواستم بگم که شما با من برم با فاطمه خانم صحبت. آهان شما الان دارین از من خواستگاری میکنین نه؟ پس چرا به تپه افتادین؟ شما که باید خیلی حرفه‌ای تر از این حرفا باشین، هر شب دارین تمرین میکنید. آقا من یه بار به شما گفتم نه، معذرت میخوام ببخشید، الان هم جوابم همینه نه. آخه من شما رو دوست دارم. ماشاءالله شما همه رو دوست داری، کیو دوست نداری؟ دست خودم که نی، نیتم خیره، خواستم برای دخترایی که کسی نمیتونه کاری براشون بکنه من یه کاری بکنم. آخه دهقان فداکاری. آره ماشاءالله ریزعلی هم با تمام اون گذشتش نمیخواست شوهر همه زنای بیکس و بیپناه باشه. چیه ها؟ هوا ورد داشته؟ فکر کردی خواستگاری هر کی بری سری واسه شوهر پیدا میشه؟ نمیدونم. مگه یادت نیه اون سری اومدم خواستگاری؟ خب اون خانم خارجیه تو امامزاده بعدش یادته؟ این نشد دلیل. تو اگر واقعا منو دوست داشتی دومتو نمیذاشی رو کولت در بری. تو میومدی مثل یه مرد تلاش میکردی، زحمت میکشیدی. نمیتونستم نورا، نمیتونستم. خب تو بیمارستان بودم همون موقعی که ماشین خواستگار جلوی در خونتون ترمز کرد، گیر و بعد آمبولانس جلوی در خونه ما بیست. رفتم تو کمان. یه هفته بعد که به دنیا آمدم دیگه کار از کار گذشته بود. ببین من اینجوری هم پاشو برو ببین بذارین دوزار خاطره خوبی هم که ازت تو ذهنم باقی مونده باقی بمونه. برو این حرفا رو واسه کسی بگو که قرار ازش پول بتقی، نه من که دستم خالیه. یعنی باورم نداری؟ نه باورت ندارم. بله بس یه دقیقه صبر کن ببین. میدونی که من دل رحمم، یعنی تو الان داری از من خواستگاری میکنی دیگه نه؟ خاره راست میگی؟ یعنی من باید ظرف 48 ساعت آینده ازدواج کنم دیگه، درسته؟ نه بله جانم مامان. آره یه مشتری شروع خلوقه یه خدرمون دارم. ببین چهارشنبه؟ نه من اضافه کاری دارم چهارشنبه شب امتحان. چه خبره؟
خواستگاری. خواستگاری؟ ماما من آک بر سرم شد. ماما من اومده. خب چیزه؟ چرا نه؟ چرا نه مامان جون؟ من اصلا چهارشنبه رو مرخصی میگیرم، قدمشونم رو چشم. بگو بیان نورا جان مادرت بودم. چرا واسه شما آره واسه ما نه؟ من دکتر دندون پزشک سفارش داده بودم، این که واسه من اومده دام پزشکه. اینو چی کارش کنم؟ کجای دلم بذارم؟ بگم شوهر من سگ و گربه درمون میکنه؟ برو بابا تن دلت خوشه، پس من در به در رو چی میگی؟ آقا جون من یه ورزشکار سفارش دادم، توپل گنده رکورددار. همچینی که درو کردم دم ای یارو این میل هارتر میمونه، خودشو ننشو باباش 40 کیلو نمیشدن رو هم سرجما. حالا من چیکار کنم با این نیقلی؟ خب این نیقلی بذار تو سانی سر بکش، من چه میدونم؟ شوهر شوهر دیگه، بهتون گفته باشم از دستتون بره قحطیه ها. بذار فرمتو بیارم. اینا این فرم جنابالیه، نگاه کن نوشته 40 کیلو. کوری این 140 کیلو. خب بد نوشتی، این که شما بد نوشتی ناخونه نوشتی که ما مقصر نیستیم که. وایسا ببینم کارتون از ریشه مشکل داره، خرابه. الان 48 ساعت من ثبت نام کردم، حتی از اون آشغالی که هر شب ساعت 9 شب زنگ در خونه ما رو میزد خبری نیست. دقیق از یک نفر که زنگ خونه ما رو بزنه. خب خانم شاید زنگ خونتون خرابه، ما تکنسین داریم میفرستیم زنگ خونتون رو درست میکنه. یه جور که هی زنگ بخوره. من چیکار کنم با این دامپزشکه؟ خب حالی باهاش صحبت کن، متقاعدش کن دوباره کنکور شرکت کنه، این دفعه پزشکی بزنه. ببین شاید از اول انتخاب رشتهش غلط بوده. اصلا بیا خودش اومد بفرما با خودش صحبت کن. از خودش بگو خجالت نمیکشه سر لبی ها برای خودت زندگی که میکنی؟ نمیبینی چه برای سر مردم من برده خوردی؟ یه لحظه ساکت. سه تا کیس حاد جدید واسه آمده. خب من اینو گذاشت بودم واسه دوستای خودم، حالا که اینطور شد خارج از خودم میدم به شما سه تا با تو طلب کارم شدی؟ اصلا هیچ معلوم از کجایی؟ آره اون از کار کردنت، این هم از اینکه یه دفعه میل میکنی میری. اصلا معلوم نیست کجایی، نه تلفن جواب میدی نه زنگ میزنی. عزیز من مگه خرنا بودی رو بخواستی کاری؟ من دیگه نیست، دیگه نیستم، بریدم. نیستی؟ واقعا که تو همین هفته فقط 12 مورد برگشتی داشتین. همینجوری دیگه بی خیال، پولای مردمو کی میخواد پس بده؟ خودت گند زدی، خودت هم باید جوابشو بدی. من گند زدم؟ تو گند زدی به تمام زندگیم، به همه اعتقاداتم. من بدبخت داشتم زندگیمو میکردم، تو همه چیز من از من گرفتی. دیگه نمیکنم این کارو. تمام. دیگه آژانس ازدواج نداریم. تمام. شوهر میخوای؟ برین اخلاقتون رو خوب کنین، برین توقعتون رو بیارین پایین. شاید خدا زد پس کله یه بدبختی اومد شما رو گرفت. بشین رو. آخ خانم فهمید من چی میگم. هر کیم پولش رو میخواد پس بگیره بفرمایید بگیره. با شما شری خانم. دیگه از این به بعد ثبت نام جدید نمیکنی. اصلا میدونی چیه؟ تو هم اخراجی. چه تباز قاطی کردی؟ من نمیفهمم اصلا من واسه چی کارم؟ یعنی چی؟ بابا داره ازدواج میکنه، میفهمی؟ دیگه همه چی تموم شد. چهارشنبه قراره براش خواستگار بیاد. خودم با دست خودم رو بیچاره کردم. اولا که خیلی مطمئن نباش، چون تازگی ها به اندازه کافی گن زدی. دوما حالا کو تا چهارشنبه. سوما عزیز من خواستگاری رفتن و زنگ گرفتن پول میخواد، پول. اگه به حرف من گوش کنی با یه پول گنده میریم خواستگاری نورا جونه. برای تسریع در امر خیرم که شده یه محضردار میزنیم رو باربنده ماشین که همونجا قال قضیه رو بکنه. اگرم گفت نه میده چکارش میکنیم؟ فکرش کردم. دست باشی میبندیم، میندازیم صندوق ماشین، میبریمش یه جایی که دست هیچ مردی بهش نرسه. خیالت راحت راحت. انقدر نگرش میداریم، انقدر نگرش میداریم تا بالاخره خودش میگه با اجازه بزرگترهای مجلس بله. یعنی که چی؟ یعنی اینکه یه برنامه برات دارم، هرچی هم گفتم باید بگی چش. نه دیگه نه. مثل اینکه جناب علی اصلا یادت رفته باز چی اومدی تهرون.
عزیز من، مگه تو نمیخواستی مردش رو خونه رو درست کنی، بازسازی کنی؟ مگه نمیخواستی زن بگیری، سر سامون بگیری؟ نمیخوام چیزی بشنوم. بلابت جان، این خواستگاری آخره. طرف مایه داره، پول داره، تیلیاردره، صاحب یک شبکه ماهواره‌ایه. میفهمی یعنی چی؟ فقط برای اینکه بوی ترشیدگی شمسی دخترش تو فامیل نپیچه، حاضر هر کاری بکنه، هر چقدر پول بخوایم به اون میده. میفهمی؟ خدایا، خدا من دست این بچه شیطان رژیم به تو سپرم. مجید جان، بیا خانوم، میخوام برام یه آنجلینا جولی در بیاری در حد اسکارا. چشم، حتما. ببخشید قبلش اجازه بفرمایید من این نکته خدمتتون عرض بکنم. تحت هیچ عنوان به سیویل هم حق ندارید دست بزنید. نگران نباش. میخوام بیام نام خونه عزیز. این کی شد آنجلینا جولی؟ مگه خودت نگفتی؟ ببین آنجلینا جولی مگه شوهره نمیخواد؟ خودم چهار تا فیلم ببین، اون برد پیته. من اونو میخواستم بابا، اینو ببریم اونجا. بابای شمسی با خود شمسی اشتباهش میگیره از من. درستش کن، درستش کن، درستش کن. کجا؟ بشی میرم. چشم سری شمسی خانم، میخوام بیام نام خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دومادتون. حالا میخوام بیام خواستگاری، نگو نه، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه عاشق دارم میشه. داشته باش، جورج آرمانی هست. حالا هرچی که هست، این دخترون هست، منو بکشین اینو نمیپوشم. خیلی دلت بخواد. چیکار میکنی؟ چی کار کردی؟ نکنه قرار این امشب واقعا منو بگیره. عزیز من، اینا رسمشونه. کلا مراسمات خواستگاری هم مثل عروسی، شاد میگیرن، فک فامیلا رو دعوت میکنن به مجلل. کجا بلا؟ کجا بلا؟ یه لحظه اجازه بفرمایید. من گفته باشم تحت هیچ عنوان پامو اینطور نمیذارم. بله. بفرمایید. نمیذارم. بدن دست آقای لحظه افتخاری. اومد نگو شاق شمشاد. بیا بغل بابا. خودم میام، خودم میام. دست بزنید، دست بزنید. امشب برای تو یه سورپرایز دارم، به افتخار موسیقی صندل. عشقم رسیدم، چشم حسود دوش الهی، از ششای ناز اون هرچی بلاس دوش الهی. عروس نگو بگو خودت برشته، ما پیش چشمای تو خیلی زشته. دارم میام تو قلب تو عزیزم، کنار تو جهنمم بهشته. چشم حسود شالم، چشمش بشه تیکه تیکه شالم. نمیتونم چکرم،
عزیز عزیز و زهر مار سلام. آخه بی معرفت تو اومدی اینجا واسه درست کردن سقف مرتشور کنه، سقف دنیا باید خراب شه رو سرت؟ چرا خودو شبیه این وروجکا درست کردی؟ نه عزیز، من اینو فقط برای پوشون گوش کن این حرفانی، من تازه فهمیدم این تعبیر خوابت چیه. اون کفشا مال دنیاست، تو یه بدبخت پاوردن هم افتادی وسط اونا و پیش روت هم یه عالم خار. حقته بابا، اومدن اونجا واسه تعمیر کل محبته. بعد گفتم زنگ بزنم خوشحالت کنم، یه خبرایی شنیدم که باورم نشد، گفتم خودم بیام با چشمای خودم ببینم. کاش این قلعه با هیچ کس نمیمدن. منو ببین، حالا با این سرعوه از امیدوارم هرگز بر نگرد. خوش آمدی، به سلامت، خدا نگهدار. مامان جان بریم تو میام الان. پسر خوبی بود نه؟
آره. یعنی تموم؟ نمیدونم. قرار شده فکر کنم بعد بهشون خبر بدم. یعنی فکراتونو بکنی که جواب مثبت بده؟ تو هر چیزی ممکنه. خوبی؟ اینجا کجاست؟ اینجا بیمارستانه. بیمارستان؟ برای چی من اینجا؟ واسه اینکه برای من خواستگار اومد. چند وقت؟ یک هفته. درست مثل دفعه قبل که برام خواستگار اومد. سری قبل که گفتی یه هفته بیهوش تو بیمارستان بودی، راستش اصلا باور نکردم، اما حلالم کن. اشکال نداره. اگه مرده بودی که الان خودم داشتم سر تخته میشستم بهت نفله. عزیز تو اله قربونت برم. باش 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 اینو درست کن. چی شد؟ چی شد؟ عزیز نگرانم، چه خبر؟ یه خبر خوب، یه خبر بد. 12 نفر شاکی با یه حکم قضایی رفتن در آژانس گل گرفتن. کل موجودی حساب بانکی دارم رفت به حساب شکایت شاکی ها. دکتر احمدی اتاق عمل، دکتر احمدی اتاق عمل. خب حالا خبر خوب بگو. این که بهت گفتم خبر خوبه بود. پس خبر بد چیه دیگه؟ خبر داد این که بابای شمسی خانم اگه گیرت بیاره مثل یه توپ چلتیکه از هم جدات میکنه، دو مرتبه میدوزده، با آبروی دختر مردم بازی میکنی. آره نمیشه یه خواستگار دیگه بفرستیم برای نورا خانم؟ من یه هفته دیگه برم تو کما. خیلی اذیتش نکن عزیز خان، خبرهای خوبم هست. بله بس دارن کل مجموعه رو بازسازی میکنن، بعد واسه ناهید جونم خواستگار پیدا شده که البته من اصلا تو کتم نمیره. یعنی چی؟ یعنی تو جدا خواستگاری هر کی میری شوهر واسش پیدا میشه؟ خدا دوباره شروع نکنی، اصلا دیگه حرفشم نزنی، من غلط کردم. خدایا اگه لطفه، اگه نعمت، من نمیخوام، لا توانشو دارم. اگر هم مصیبت یه جور نجاتم به دست گرفتم. تو رو نجات داده، من بدبختو گیر انداخته. توی موردهای آخر یه دونه خواستگارم ما نداشتی. پوست منو کندن، پوستتو میکنم. پس ناهید خانم چی؟ حالا این یکی قصر در رفته. خانم این داشته باش، مرده به حیات برگشت. الحمدلله مثل که بهتری. شما دوتا با هم؟ ظاهرم واسه شما یکی جواب داده. همون شوهر رپ که میخواستین نصیبتون شده. مبارک انشالله. چونو بعد کجا رفته؟ این بار بودن که من بگیرم میکشمش. آقا جون، شما؟ آقا جون، آقا بیخیال شد، جون من بیخیال شد. بسشه، آقا جون، یه جوری زدمش، یه جوری زدم، یه هفته تو کما بوده. تا این باشه دیگه نسیگاری نام زده من. تو زدیش نگفته بودی؟ بابا دیگه گفتم بگم ریا میشه پدر جان، بگم ریا میشه، بیخیال شد. جون من این دیگه نهیبو بیخیال شد. من این ریخو رو زنده نمیذارم. بزن آمی، حرف رو بزنم، بابا جون، عزیز من. من اصلا قرار بود خودم بیام خواستگاریه، ولی گفتم اگه بیام روم و زمین میندازی، قبولم نمیکنی. به همین خاطر شد. بیا بریم، بیا بریم. تو الان شمسی میفهمه جیغ بنفش میکشه. یعنی پول و عشقه با ویزای امریکا را صفاز یه گرفتیم رفتیم، یه اونم سر ناچاریم. حالا به کسی نگیم. چه غلطی کردی؟ شنیدم انگار یه شکری خوردی. چی؟ من شکر خون؟ نه بابا جون خود، داشتم بهش میگفتم اگر پسرم من میباش، هر کی میخوای باش، یکی یه بار دیگه بیای خواستگاری نامزد من، یه کاریت میکنم، یه جوری میزنم که دیگه تا آخر تو همینجا بمونی. برو داریم بابا خیالی. سرکار دوشیز خانم، برای سوم بار سوال میکنم، وکیلم بند شما را به عقد دائمی ایشان درآورم؟
بلا بس مطمئنی آخرین خواستگاری تو دیگه نه؟ بله مرده ها خانم ها میخوان یه حرکات موزونی انجام بدن. کجایی؟ من اینجا رو دیدم. اصلا من همینجا رو تو خواب دیدم سلیمون. نگاه کن آقا، عالم و آدم و زابرا کرده، خودش هنوز تو خواب نازه پشت و تو حیات مردونه هم منتظرن. این دیگه چیه؟ این ها کجا آوردی؟ بهره 18 درصدی دامادیه اتوله بابای شمسی رو امشب بهشت خودت زلم دورک. آخه من کی ماشین خواسته بودم؟ ای داغوش این مرکبای دنیاوی که هرچی مصیبت از زرق و برق همین چیز هاست. ایوان دیدی من عاشقتم بابا. تو دیگه کی هستی؟ نگفتم اینا اتفاقی نیست؟ نفریناتم میگیره لام هستم. حالا این تمه میره، بیا یه آژانس هم واسه نفرینات بزنیم. ای به زمین گرم بخوری که همه فکر و ذکرت مادیات. گرمه، به زمین گرم خوردم. من نوکرتم. بلا یه آقایی در حق من بکن. شرکت نمیخوام، فدا سره شرکت میخوام. چیکار؟ فقط یه کاری کن شر این شمسی جونم مکسوره از سر ما کم شه. پولا خونه با ماشین و اینا رو به درک. فقط جون من این تمی میره، یه نموره نفرینش کن. لالشی که اصلا فکر و ذکرت خرابه. اره